درود بر شما. 24 خرداد ماه 1398 خورشیدی و 14 ژوئن 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به هدفی که حکومت از برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی دارد. این نمایش‌هایی که اخیراً بیشتر شده و دیگه قبحش هم ریخته، به قول یکی از دوستان میگفت عادی سازی میکنه حکومت با این مثلا دادگاهاش و بعدم میبره تو بعضی از سریال های تلویزیونیش که باز بیشتر عادی سازی بشه این جنایت های اقتصادی و جنایتکارهای اقتصادی. در واقع همینجوری در چشم مردم خیلی موضوع عادی و آدم های عادی جلو بکنن. باری پرده آخرم خواهیم داشت آخری برنامه طبق معمول و تقدیمی که الان میرسیم سراغش با تقدیمی این هفته در پیوند با خبری که همه رو شوکه کرد، به قتل رسیدن یک زندانی سیاسی 21 ساله در زندان تهران بزرگ، زندان فشافویه. علیرضا شیر محمدی دوشنبه شب 20 خرداد در زندان فشافویه تهران کشته شد با ده‌ها ضربه چاقو به شکم و دست آخر قطع شدن شاهرگ. قاتلا کیان؟ کسایی که دستور دادن به یک قاچاقچی سنگین مواد مخدر و یک قاتل زیر اعدام که علیرضا رو بکشن. منبع مطلعی در خصوص نحوه کشته شدن این زندانی سیاسی به کمپین حقوق بشر گفت دو زندانی که این زندانی سیاسی را به قتل رساندند در سلول دربسته نگهداری می شدند و افسر نگهبان در شب قتل در سلول آنها را به دلایلی نامعلوم باز می گذارد و آنها با کشاندن علیرضا شیر محمد علی به داخل سلول و قفل کردن در از داخل دست کم 40 ضربه با تیزی به او وارد میکنند و او را به قتل میرسانند. قتل در زندان انگار عادی شده، یه در مستقیم خودشون میکشن مثل دکتر کاووس سید امامی که همه شواهد دال بر کشته شدنش به دست مسئولان حکومت در زندان دارد، یه ادرم میدن دست لاتولوت های مزدورشون تو زندان تا بکشنشون. همه رو البته حکومت یا خودکشی اعلام میکنه یا درگیری بین زندانیا. تو خبرهای دیروز میخوندم که قوه قضاییه اعلام کرده است که اون کسایی که شیر محمد علی رو، اون جوان 11-21 ساله رو در زندان کشتن، اینها محاکمه میشن و بسا قصاص بشن که یعنی ما نبودیم. این خنده‌دارترین، یعنی این تلخ‌ترین طنزی است که آدم میتونه در پیوند با این قتل بشنوه یا بخونه خبرشو. یکی از اینا که قاچاقچی سنگین مواد مخدره، اون یکی هم که قبلا حکم اعدام داشته، قاتل بوده، حکم اعدام داشته. نمیدونم بعد از 40 سال مردم گول این حرفا رو میخورن واقعا. همون لایه نازک دور بر اینا. قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان‌های جمهوری اسلامی آخری نخواهد بود تا زمانی که در بر همین پاشنه میچرخه. علیرضا شیر محمدی رو وبلاگش چیزایی مینوشت که به مذاق آقایون خوش نمیومد و به همین دلیلم 24 تیر 97 میگیرنش، بعد به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکومش میکنن. موقعی که کشته میشه حدود 2 هفته بعدش قرار بود، همین تیر ماه قرار بود دادگاه تجدید نظرش برگزار بشه که وکیلش میگفت وعده هایی هم گرفتیم که بتونیم با وثیقه آزادش کنیم. اسفند 97 بود که علیرضا شیر محمدی و یک زندانی سیاسی دیگه در فشافویه به اسم برزان محمدی اعتصاب قضا کرده بودند و اعتراض نامه نوشته بودند. تو اعتراض نامه‌شون نوشته بودند
ما از تاریخ 23 اسفند 97 تا امروز که 12 فروردین 98 است اعتصاب قضا کردیم، زیرا این زندان جای ما نیست. البته باید بگوییم جای هیچ یک از زندانیان این زندان در اینجا نیست، زیرا در این زندان حقوق اولیه مددجو که شامل امکانات رفاهی بهداشتی و درمانی می شود به ایشان تعلق نمی گیرد. به کرات زندانیانی بودند که به خاطر نبود این امکانات اولیه جان خود را از دست دادند. ما ناخواسته و به اجبار در اینجا قرار گرفتیم. ما به دلیل نبود این امکانات و نداشتن امنیت جانی اعتصاب قضا کردیم تا با این روش به بودن خود در اینجا اعتراض کرده باشیم، ولی سلامت جان ما هیچ اهمیتی برای عوامل زندان و رؤسایان ندارد. حتی روز گذشته رضا حق وردی افسر نگهبان شیفت خیلی صریح به ما گفت که انتهای این اعتصاب صدور گواهی فوت است. ما با کارهای این زندان و عواملش خسته و ناامید از اعتصاب نمی‌شویم و ادامه خواهیم داد تا به نتیجه مورد نظر خود برسیم. ساکت نمی‌مانیم، زیرا زندگی در این لجنزار در شأن ما نیست. 12 فروردین 98، علیرضا شیر محمدی، برزان محمدی. علیرضا بعد از 34 روز اعتصاب قضا فروردین 98 با وعده دادستان اعتصاب قضاشو میشکنه، که در این باره یکی از زندانیان سابق نوشته وعده دادستان انگار مرگ بود. با وعده های نماینده دادستان علیرضا شیر محمد علی به صورت موقت به اعتصاب قضای خود پایان داد. جوان حدود 21 ساله دوشنبه شب در زندان تهران بزرگ شاهرگش را با چاقو بریدن. بیمارستان نرسیده جانش رفت. تک فرزند یک مادر بیمار و تنها که این یک سال علیرضایش را فقط یکی دو بار دید. سازمان زندان‌ها زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضایی است طبق قانون خودشون، امروز زیر نظر ابراهیم رئیسی. اصل تفکیک زندانیان هیچ وقت رعایت که نشده. هیچ عمدن زندانیان بی‌آزار سیاسی و عقیدتی رو مینداختن و میندازن تو بند قاتلا و قاچاقچیای اغلب زیر حکم اعدام. ببینین قانون منتشر شده خودشون تو روزنامه رسمی کشور به تاریخ 9 دی ماه 85 تقسیم بندی کرده که این چهار گروه باید از هم جدا نگهداری بشن. الف، جرائم باندی و سازمان یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف، اسید پاشی، اشرار و سارقین سابقه دار و غیره. ب، جرائم مالی مانند کلاهبرداری، رشا و ارتشا، اختلاس و غیره. جیم، جرائم ویژه، اینجاست زندانی های سیاسی، جرائم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور. خلاصه یعنی زندانی های سیاسی و عقیدتی. اینا همه در فقط یک جا، بند جیم اینه، و بند دال جرائم مربوط به مواد مخدر. اینا باید از هم تفکیک بشن طبق آیین‌نامه قوه قضایی مصوب 9 دی ماه 1385. تفکیک نشدن زندانیان تو دوره ریاست صادق لاریجانی بدتر از تمام 30 سال گذشته بود. بارها زندانیان سیاسی اعتراض کرده بودن به صورت نامه‌نگاری و اعتصاب قضا هر جوری که میتونستن. یکیشون جونشو تو اعتصاب قضا سر همین ماجرا از دست داد. وحید صیادی نصیری فعال حقوق بشر بود، بعد از 2 ماه اعتصاب قضا تو زندان قم و انتقال ندادنش به بند زندانیان سیاسی 21 آذر 97 جان داد. یکی دیگه از زندانیان سیاسی که بارها به همین دلیل اعتصاب قضا کرده سهیل عربی است که همین 20 اردیبهشت امسال هم به دلیل کتک و شکنجه وحشتناک افتاد بیمارستان باز. سهیل عربی عکاس و وبلاگ نویس آذر 92 بازداشت میشه به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات. واقعا چقدر این جوانای گل این مملکت رو به اتهام نمیدونم توهین به مقدسات در این نظام مقدس له میکنن. درم البته همیشه بر این پاشنه نمیچرخه و نوبت همینایی که له میکنن له شدنشون خواهد رسید بی تردید. این اصلا چرخه تاریخ هم میشه. سهیل عربی رو به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات به اعدام محکوم میکنن. بعد
اعاده دادرسی میشه و حکم 7.5 سال زندان بهش میدن. سهیل عربی هم تو زندان فشافویه است، میشه همین قاچاقچی ها و زندانی های عادی قاتلا و اینا. تقدیمی این هفته به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. انقلاب این گونه رخ می‌دهد، یکی فدای همه می‌شود تا همه برای هدفی مشخص که همانا انقلاب است یکی شود. هدف من از اعتصاب‌ها هرگز رهایی از زندان نبوده. چیز می‌جنگد تا حصار، زندان، مرز و نابرابری را از بین ببرد. اینجا زندان تهران بزرگ، جایی که بیش از 10,000 جوان دهه 70 را به زنجیر کشیدند و به وسیله ماموران و مسئولان زندان آنان را معتاد به شیشه، هروئین و متادون می‌کنند تا درآمدی نجومی از فروش مواد مخدر به زندانیان داشته باشند. مواد مخدری که توسط مسئولان زندان وارد می‌شود. اکنون ماه رمضان است. مردم را مجبور می‌کنند در این گرمای طاقت فرسای فشافویه روزه بگیرند، اما حتی 10% از بودجه که برای تغذیه زندانی از دولت اخذ می‌شود هم برای خوراک زندانیان صرف نمی‌شود و به واقع شیره غذایی زندان قابل خوردن نیست، که البته این ثروت از خوراک زندانی کاملا هدفمند است. خوراک بی‌کیفیت و غیر بهداشتی می‌دهند که قابل خوردن نباشد تا مردم مجبور شوند اجناس را چند برابر قیمت بیرون از زندان از فروشگاه‌های زندان خریداری کنند و این گونه نان به خون زندانی و خانواده‌اش می‌دهند. اینجا شکنجهگاه تهران بزرگ که نامش را ندامتگاه گذاشتند و به واقع دانشگاهی برای خلافکار، برای خلافکارتر شدن جوانان می‌باشد. به جز تعداد اندکی که میتوانند به وکیل بند باشه هایش و ماموران زندان رشوه یا بهتر بگویم باج بدهند، باقی از فضای ورزشی و فرهنگی محروم میباشند. مسئولان زندان برخلاف آیین‌نامه سازمان زندان ها از زندانی های شرور که بیرون از زندان دورگیر بودند به عنوان پرسنل انتظامات استفاده میکنند و این افراد به راحتی درون زندان اقدام به زورگیری و پخش مواد مخدر. اینجا زندان تهران بزرگ، استفاده از همین حمامی که هر یک هفته 2 ساعت آب نسبتاً بلند دارد هم برای 80% از زندانیان آرزوست. وضعیت زندانی که در نزدیکی پایتخت است چنین میباشد. وای به حال زندانهای شهرستان. آری، قصد من از اعتصاب صرفاً نجات خود از این شکنجهگاه نمیباشد، بلکه میخواهم صدایم شنیده شود و به فریاد هزاران جوان سرزمینم برسید. آنچه نوشتم مشتی بود که نمونه خلوار است و قطعا وضعیت بسیار وخیم‌تر از آنی است که تصور کنید. باز میگویم برای انقلاب هر روز دیرتر میشود. همین امروز هم اگر سرزمینمان را آزاد کنیم، سالها باید تلاش کنیم تا دست کم به 40 سال پیش بازگردیم. پیشرفت پیشکش. امیدوارم صدایم شنیده شود. امیدوارم درک کنید چقدر سختی میکشم برای نوشتن این نامه و پخش کردنش و چه تنبیهی در انتظار من است. و امیدوارم راهکاری برای این درد مشترک بجوییم. سهیل عربی، خرداد 97، زندان تهران بزرگ. هر هفته شاید میبینیم، هر ماه که قطعاً، که خبر یک دادگاه یک مفسد اقتصادی بزرگ، یک اختلاس بی سابقه یا چه میدونم از این تیترهای دهنپر کن اعلام میشه تو رسانه‌های جمهوری اسلامی. از مجموع اینا یک نمونه به من نشون بدین که نتیجه این دادگاه ها پس گرفتن پولای خورده باشه، غیر از یه دادگاه مهافرید امیر خسروی مالک گروه امیر منصور آریا که اعدامش از جنایت هایی بود که جمهوری اسلامی مرتکب شد تا امیر خسروی شروع به افشاگری نکنه. توی جلسه بارها برنامه داشتیم با اسناد متقن که وضع چجوری بوده در پیوند با مهافرید امیر خسروی و گروه امیر منصور آریا. توی جلسه دادگاهی که قرار بود ادامه پیدا کنه جلسات دادگاه، مهافرید گفت جلسه آینده درباره این پرونده ناگفته ها رو خواهم گفت، افشاگری خواهم کرد. جلسه دادگاهی دیگه برگزار نشد، اعدامش کردن. 3 روز قبل از اعدامش در 3 خرداد 93 وکیل مهافرید گفته بود موکلم نامه ای را به مقام معظم رهبری نوشته است. درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد. وکیل مهافرید امیر خسروی از توضیح در مورد محتوای نامه خودداری کرد و گفت این نامه از طریق زندان اوین به معاونت اجرای احکام دادستانی فرستاده شده است. ناگهان اعدامش کردن بدون اینکه به خودش بگن، به خود مهافرید امیر خسروی بگن که داریم چند ساعت دیگه اعدامت میکنیم.
به خانوادش بگن و حتی به وکیلش آقای غلامعلی ریاحی بگن. غیر از اون پرونده که مجموعه شرکت‌های امیر منصور آریا رو بالا کشیدن، بخش مهمیشو به ورشکستگی کشوندن یا به مرز ورشکستگی کشوندن، از دل هیچ دادگاه مبارزه با فساد جمهوری اسلامی پولی بر نگشت. چرا؟ چون همش نمایشه. یه نمونه بگم از دادگاه‌هایی که دادگاه‌های مهمی که به قول خودشون که حکمش صادر شده تا روشن بشه اصلا چرا دادگاه برگزار میکنه. دادگاه دکل گم شده، حکمش اخیراً صادر شد. قیمت اون دکل گم شده، دکل فورچونا، 87 میلیون دلار بود. گفتن گم شد، پولش داده شد اما وسط راه گم شد، دکل نیامد ایران. حالا بماند که واقعیت ملا خور شدن 30 دکل نفتیست، نه یک دکل. یعنی پای بیش از 2 میلیارد دلار وسطه. 2 میلیارد دلار گم شد، خورده شد. همون موقع ملا خور شدن 87 میلیون دلار برای دکل فورچونا، پیش پرداخت یه دکل دیگر هم داده بودن به اسم دکل سوریا، 30 و چند میلیون دلار داده بودن، اونم ملا خور شد همزمان. اما این دادگاهی که مثلا برگزار شد چسبید به یک دکل فورچونا، بقیه ماسمالی. چرا؟ چرا دادگاه دکل نفتی گم شده در دوره احمدی نژاد اواخر سال 97 برگزار شد، یعنی نزدیک 6 سال بعد از دوره احمدی نژاد و فروردین 98 حکمش صادر شد؟ خلاصه حکم رو براتون بخونم. علی طاهری مطلق، متهم ردیف 1، مدیر عامل سابق تأسیسات دریایی، از نزدیکان علی مقدم مسئول روابط عمومی بیت رهبر معظم، مجازات 3 سال حبس. مراد شیرانی تکابی، متهم ردیف 2، از اطلاعاتی های قدیمی، 6 ماه حبس. نه شیرانی و نه طاهری مطلق الان زندان نیستن، زندانشون مثلا تموم شده، همون موقع صدور حکم تموم شده بود. توی حکم هم نوشته که این احکام حبس با احتساب زمان حبس است، زمان بازداشت است. متهم ردیف 3، رضا مصطفی طباطبایی، واسطه خرید و فروش تأسیسات نفتی، غیر خودی، ساکن انگلیس، 3 سال حبس. که آقای مصطفی طباطبایی مقیم خارج از کشور بارها تو مصاحبه‌های گوناگون با رسانه‌های داخل ایران گفته که من طبق قرارداد باید بابت پیدا کردن یک دکل نفتی و معرفیش برای فروش به طرف ایرانی 3 میلیون دلار می‌گرفتم، که کارم رو طبق قرارداد انجام دادم و پولمو گرفتم. دیگه این وسط بعداً اونا چجوری خوردن و چه کردن به من چه ربطی داره؟ باری ادامه حکم، عمر کامل از سعوده، تبعه امارات و متهم ردیف 4 این پرونده، تبرئه. بزنین ادامهش درست از روی روزنامه، نمیدونم شهروند اقتصادی یا چیه، به هر حال عیناً بخونم، این جمله مال من نیست. نوشته است به عبارت دیگر، 2 متهم طاهری و مصطفی به تحمل 3 سال حبس و 1 متهم دیگر شیرانی به تحمل 6 ماه حبس محکوم شدند و خبری از رد مال نیست. یعنی دادگاه دکل گمشده نفتی رسما حکم داده که 87 میلیون دلار پول دکل فورچونا رو هر که خورده نوش جانش پس نده. این حکم دادگاه عدل اسلامی است. رد مال در حکم دادگاه وجود ندارد. دزدی 87 میلیون دلاری مجاز و بلکه مستحب است، لله الحمد. سه تا متهم دیگه تو این پرونده، کسای دیگه هم بودن تو این پرونده، اسمشون بود تا همین اواخر ولی دیگه نیست.
سید مهدی وفایی، محمد سعید حاجی غفاری، نفیسه محمودی. اصلا اسمش هم پرونده در اومد و تو گزارش‌های بعدی دادگاه هم اسم اینا نیست. در مورد نفیسه محمودی قبلا برنامه داشتیم که تو هلند زندگی میکرد، پول شناورهای نفتی رو بالا کشید و از افراد نیروی قدس سپاه پاسداران است که در هلند یه رستوران، یه بار و یه رستوران لوکس را انداخته بود برای هم پولشویی و هم شکار آدم ها. ایشون در هلند به اتهام پولشویی تحت تعقیب قرار میگیره، پارسال با عجله برمیگرده ایران و تو ایران هم اسمش از پرونده در میاد. اسم یه آدم دیگه هم اصلا تو پرونده نیست که اون از همه مهمتره، آقای مسعود سلطانپور. مسعود سلطانپور معروف به عضو نفتی انصار حزب الله، ایشون رابط وزارت نفت با سپاه و اطلاعات و بیت رهبر معظمه، روابط گسترده‌ای در همه جناح‌ها داره، الان هم تو باند زنگنه‌ای وزیر نفته. این سلطانپور نماد، میدونین چرا اسمش در اومد؟ بذارین این مقدمه کوتاه بگم. این آدم گفتم معروف به آدم نفتی انصار حزب الله، حزب اللهی نفتی. این نماد سیاست فاشیستی رهبر جمهوری اسلامی است. همین چند روز پیش بود که خامنه ای گفت به سمت انتخاب جوانان حزب اللهی برید در انتخابات و اینا، که یاد احمدی نژاد زنده کرد تو ذهن ها و اینا. همیشه خامنه ای پایه فاشیستی خودش رو، در واقع اون لایه توده ای دورشو که تا آخرم حافظ او میمونن، مثل همه رژیمای فاشیستی، پایه فاشیستی خودشو به اسم جوانهای حزب اللهی تقویت کرده، همیشه حمایتشون کرده. مسعود سلطانپور نمونه مقبول پیشواست در این زمینه. چرا؟ چون هم حزب اللهی، انصار حزب الله و فلان و اینا، هم تونسته روابط خوبی به هم بزنه در همه جناح‌ها و دانش این در واقع مدیریتی رو داره و بنابراین تو همه جناح‌ها قبولش میکنن و برای همین اصلا در پرونده اسمی ازش نیست. 5 سال پیش که برای اولین بار ماجرای دکل‌های گم شده مطرح شد، پرونده تنظیم شد در قوه قضاییه، مسئول پرونده فردی بود به اسم قاضی دکتر سعید. اولین کسی رو که احضار کرد مسعود سلطانپور بود. 48 ساعته، واقعا 48 ساعت نشد، پرونده رو ازش میگیرن. 2 روز بعد پرونده رو ازش میگیرن، میدن دستی قاضی دیگه، قاضی عباسی که عضو اطلاعات سپاهه. این پرونده هم اساسا دست اطلاعات سپاهه کلن. قاضی رو از خودشون میذارن تا رأی سپاه و فقط انشا و امضا فرماید، در حالی که اصل این دزدی کلان به اسم دکل‌های گم شده با امضا و دستور مسعود سلطانپور بوده، از انصار حزب الله که با باند رفسنجانی بود، بعد رفت با اطلاعات سپاه و با حسین طالب که الان مسئول اطلاعات سپاهه. ببینین میگم اصلش با دستور این بود، این سندش. مسعود سلطانپور مدیر عامل وقت شرکت تأسیسات دریایی نوشته به شرکت دولتی چین برای نهایی کردن قرارداد وارد کردن 2 تا دکل دریایی و 15 دکل خشکی، و تو این سندی که دیدین اختیار کامل رو سلطانپور داده به مراد شیرانی، متهم ردیف 2 همین پرونده که مشاور عالی تأسیسات دریایی. اصلا اسمش نیست. مراد شیرانی همکار سعید امامی بود تو وزارت اطلاعات، همونطور که اسم سعید امامی بود اسم رؤسای سعید امامی تو اون قطعه وزارت اطلاعات مثلا نبود. مراد شیرانی همکار سعید امامی بود تو وزارت اطلاعات. اواخر دوره خاتمی عده زیادی از این اطلاعاتی رفتن اطلاعات سپاه و اطلاعات بیت که شیرانی هم جزو اوناست. یکی از خورندگان دکلها همین شیرانی است که 8 سال مشاور عالی سازمان تأسیسات دریایی هم بود، همزمان که عضو بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود.
6 ماه به زندان. همین فروردین برای صادر شد، الان هم آزاده و به شغل شریف داره ادامه میده. حالا قبلا درباره این پرونده دکل‌ها خیلی صحبت کردیم، فقط میخوام این نتیجه رو بگیرم که پرونده دکل‌های گم شده، یعنی بیش از 2 میلیارد دلار گم شده، یعنی خورده شده و خورندگانش معلوم، محدود میشود به دادگاه رسیدگی به پرونده یک دکل گم شده. دزدای اصلی اصلا اسمشون نمیاد تو پرونده و وقتی یکیشون قاضی میخواد احضار کنه قاضی رو عوض میکنن. چند تا متهم دیگه پرونده‌ام یا اسمشون اصلا از پرونده حذف میشه یا محکوم به حبس‌های کوتاه مدت میشن که نمیکشن و کل بحث دزدی کلان شرکت تأسیسات دریایی و 30 دکل گم شده بسته میشه. اینجوری موضوعی که دوره احمدی نژاد دل دعوای باندهای قدرت به رسانه‌ها راه پیدا کرد، درس کرد به اصطلاح تو رسانه‌ها و همه ازش خبردار شدن، میره دادگاه تا گفته شود با فساد مبارزه میکنیم، به فرمان رهبر معظم دست مفسدان را قطع میکنیم، بعدم این نتیجه کاملا بسته میشه. پرونده بانک سرمایه را اگر ببینین فرصت داریم یه نگاهی بهش بندازیم. در مورد افراد مطرح در این پرونده خیلی مهمه، یادتون اگه باشه برنامه داشتیم درباره فساد در بانک سرمایه در 16 آذر 97. 5 ماه بعد از اون برنامه که داشتیم پرونده دزدی 15 هزار میلیارد تومانی، 15 هزار میلیارد تومان، گفتم یه بار رقم ها رو اصلا دیگه عادی شده برامون که فقط صفراش رو فکر کنیم چند تا میشه. پرونده دزدی 15 هزار میلیارد تومانی از این بانک سرمایه بعد از 5 ماه که اون برنامه صفحه آخر گذشته بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به جریان افتاد. بانک سرمایه از یک جهت بسیار مهمتر از بانک‌های دیگه است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان، یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش پرورش داره و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگی ها بهشون باید سود سالانه پرداخت کنه. یکی از دلایل مهمی که در همین 2 سال گذشته به ویژه این همه تجمع و تظاهرات فرهنگی‌ها در مقابل صندوق ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان و جلو مجلس و غیره برگزار شد، یکی از دلایل مهمش همین غارت صندوق ذخیره فرهنگیانه و یکی از مسیرهای غارت این صندوق، غارت کردن این صندوق بانک سرمایه بوده. چند تا گلپسر تو این پرونده مطرحن و یه آدم 71 ساله، آقای محمد علی هادی نجف آبادی. محمد علی هادی نجف آبادی از نزدیکان آیت الله منتظری بود و البته بعد از اعدام مهدی هاشمی از بستگان آیت الله منتظری از حلقه نزدیکان آیت الله منتظری جدا شد و به خمینی چیا پیوست. محمد علی هادی در پاریس، موقعی که خمینی پاریس بود در نوفلو شاتو، ترجمه پیام‌های خمینی به زبان عربی رو انجام میداد. من از بیوگرافی خودش از روی سایت اطرت دارم براتون میخونم. بعد از انقلاب و در سن 30 سالگی نماینده مجلس شورای اسلامی شد. او در ماجرای مکفارلن در جریان جنگ ایران و عراق به همراه حسن روحانی با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کرد و در دستگاه دیپلماسی به مقام سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات و عربستان رسید. محمد علی هادی حالا در سن 71 سالگی به عنوان عضو هیئت رئیسه بانک سرمایه و از متهمان اختلاس و اخلال در نظم اقتصادی کشور، پشت سر هادی رضوی 35 ساله داماد وزیر کار قرار گرفته است. ایشون آقای محمد علی هادی مؤسسه خیریه اطرت رو دارن، مدیر عامل شبکه ملی خیریه های حامی ایتام هستند که نمیدونم با دزدی‌هاشون تا حالا چند هزار بچه رو یتیم کردن. میدونین که مؤسسات خیریه
اگه دست آدم های دوز و کلاهبردار بیفته، یکی از مناسبترین راه های پولشوییه. در مصاحبه با هادی نجف آبادی ایشان اظهار کردند یکی از لوازم گسترش فعالیت خیریه در ایران این است که همانند سایر کشورها کمک هایی که از جانب مردم به این مؤسسات صورت می گیرد به حساب مالیات آنها گذاشته شود. بدیم ما بخوریم، بعدم مالیات به جاش ندیم. بانک سرمایه آینه تمام نمای این نظام مقدسه. از مترجمی خمینی در پاریس تا حضور در سری ترین مذاکرات که به رسوایی ایران کنترا در آمریکا معروف شد و فقط خمینی و چند نفر نزدیک ازش اطلاع داشتند، مذاکره با آمریکایی‌ها، گرفتن سلاح اسرائیلی از اونا و ارسال پولش به مخالفان دولت ساندینیستا در نیکاراگوآ سال 64-65 زمان جنگ ایران و عراق. بعد همین آدم میاد میشه عضو هیئت رئیسه بانک سرمایه تا خونوادگی غارت کنه. حالا میگم جزئیاتو. از این آدم گرفته تا گل پسرای زیر 30 ساله حتی. پرداخت تسهیلات به قول خودشون وام بی وثیقه و بی پشتوانه، واقعا پرداخت تسهیلات به بانک سرمایه و از بانک سرمایه به صورت شفاهی و تماس تلفنی همیشه بدون ثبت تو سیستم حسابرسی انجام می‌شده. دور زدن پول تو حساب آدمایی که اصلا مال بانک نیستن و انتقال پول از حساب اونا به حساب یکی از مدیرای بانک. این یه روال عادی بوده. ببینید 20 آبان 96 محسن هادی از بستگان محمد علی هادی 71 ساله مسئول وصول مطالبات اداره حقوقی بانک سرمایه از بدهکار پول دریافت میکرده، به حساب محمد علی هادی واریز میکرده، بعد اونیز به حساب برادرش که اصلا در بانک سرمایه واریز میکرده است. چقدر بوده؟ 827 میلیارد تومان یک قلم. ببینین پول، این سند نشون میده که پول به حساب شیما بابایی کارمند بانک ریخته میشه، بعد به حساب محسن هادی معاون اداره حقوقی بانک سرمایه و از بستگان محمد علی هادی. منشأ پول از حساب حسین هدایتی بدهکار کلان بانکی که تو همین پرونده متهم. ببینین پولو میگیرن از هدایتی، مثلا فلان بخش از اون پولی که پالا، بعد این پول به حساب یک کارمند بانک ریخته میشه به اسم شیما بابایی، بعدن میاد ریخته میشه به حساب محسن هادی معاون اداره حقوقی بانک سرمایه، اونم که گفتم میفته برای باباش و بعدم نمیدونم داداش باباش عموش و اینا. خب این سند نشون میده از حساب بدهکارهای بانکی پول از شهران چوب بدهکار بزرگ بانک سرمایه میاد به حساب ابوالفضل هادی برادر محسن هادی که اصلا کارمند بانک نیست. ببینید تا یادم نرفته بگم که تو متهمای بانک سرمایه نه اسم محسن هادی هست که همدست محمد علی هادی است در این دزدی کلان و نه اسم علیرضا پویان شاد. علیرضا پویان شاد مدیر عامل فعلی بانک سرمایه است. یه نمونه از کاراشو بگم و بگذاریم. یکی از شرکت‌های سوری که یک قلم 200 میلیارد تومان مدیرای بانک سرمایه به اسم اون شرکت سوری زدن به جیب، شرکت تجارت هرمسه. یکم بعد برگردیم قبل سال 95 خانم به اسم فروغ افشاری رئیس حسابداری بانک اینو اخراج میشه از بانک. دلیلش خارج کردن اسناد از بانک و تلاش برای از بین بردن اونا اون اسناد. پس از اتفاق مذکور کلیه مدارک و اسناد و امکاناتی که در اختیار خانم فروغ افشاری بود تا یه صورت جلسه ای از وی گرفته شد که با چک کردن یکی از گاوصندوق‌ها مهر شرکت تجارت هرمس در آن یافت شد.
با عنایت به اینکه با اعطای تسهیلات به شرکت امیر تجارت هرمس به مبلغ 2000 میلیارد ریال موافقت شده بود، وجود مهر شرکت مذکور در گاف صندوق شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قش که یه شرکت دیگه است، یه شرکت سوریه دیگه است مال همینا که حالا دیگه من اون جزئیات رو نمیگم، در برنامه قبلی گفتم، به هر حال وجود مهر شرکت مذکور در گاف صندوق تنها یک معنی میتوانست داشته باشد و آن هم سوری بودن شرکت توسعه تجارت هرمس بود. به بیان واضح‌تر باید به دنبال مالکین اصلی شرکت امیر تجارت هرمس در میان مدیران شرکت توسعه تجارت سرمایه و مدیران ارشد بانک سرمایه گشت. خب سال 95 اخراج میشه خانم افشاری، بعد سال 96 که علیرضا پویان شاد میشود مدیر عامل جدید بانک سرمایه، فروغ افشاری بلافاصله برمیگرده سر کارش، مسئول حسابداری بانک، همچنان مشغولن ایشون. فقط یه قلم به اسم شرکت سوری امیر تجارت هرمس 200 میلیارد تومان میگیرن از بانک سرمایه که خودشون مدیرشن. چرا خانومی که مهر شرکت سوری دستش بود و اخراج شد برگشت سر کار؟ چرا مدیر عامل جدید که آوردتش سر کار کاری باهاش کسی نداره؟ چون دادگاه همش نمایشه و متهم‌ها دستچین شدن. هرگز نمیگم که این متهمایی که توی دادگاه‌های اقتصادی هستن بی تقصیرن مطلقا، ولی با قاطعیت اسناد میگم که یک، اینا درصد کمی از دزدای بانک سرمایه، دو، قربانی کردن اینا برای جلوگیری از افشای شبکه بزرگ مافیای بانکی در ایرانه، سه، به همین هم حکمای خواهند داد که شبیهشون تو دادگاه رسیدگی به پرونده دکل‌های گم شده دیدین و شنیدین و گفتن. مگه مثلا با ممهادی رضوی که شغلش دامادی محمد شریعت مداری وزیر کار روحانی است چیکار میخوام بکنم؟ محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب، از ارکان انقلاب اندیشون، با همه دولت ها و با بیت رهبر معظم و با رئیس شهری حاکم شهر سابق و متولی شابدالعظیم کار کرده سالیان دراز و همیشه رابط نهادهای اطلاعاتی با بیت و اصلاح طلب بوده. با داماد این آدم آخه میخوان چیکار کنن تو این نظام مافیایی؟ هر چقدرم که پر رو باشه واسه خودش تهیه کننده یه بزور سریال شهرزاد بشه و بعدم بگه من اون سریال رو ساختم، بعدم بره بشه رئیس جشنواره مدافعان حرم. رحمان رحیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. ببینید، من شهرزاد رو ساختم، مردم استقبال کردن. این در سایه امنیتیه که این عزیزان برای ما برقرار کردن. شهرزاد ساخته شد، پس تمامی هنرمندان، تمامی کسی که تو فعالیت اقتصادی شرکت دارن، تو فعالیت سیاسی شرکت دارن، آقای هنرمند، آقای سیاستمدار که دست کمیدی برای این طرفدارات، خب حالشو میبرید، مدیون یه جای دیگه اید، پس از کیسه جای دیگه خرج نکنید. خوب بدونید یه عزت، یه اعتبار، یه آبرو، یه کسایی رفتن با غربت اینا رو خریدن. من ابداعی فکرش اینه، یعنی عزت و آرامشون رو به اون واسطه بریم. حالا مردم حرفم میزنن دیگه، میگن نونشون تو این فضا بود، نمیدونم چی، بذار بگن این شهدا غریب‌تر از شهدای دفاع مقدس ما هستن. این اولین دوره بود، شاهد دوره‌های بعدی هم خواهیم بود ان شاءالله. اگه لطف و برکت امام زمان باشه قطعا همین میشه. اگه لطف و برکت امام زمان باشه همچین بچه پررویی مثلای تولید میشن در ایران. یکی از متهمای پرونده بانک سرمایه میدونین که همین شخص، متهمای اصلی به اصطلاح، بخشی از کارهای هادی رضوی در نفله کردن مال مردم بدبخت سپرد و گذار دو بانک ها که هر روز هم دارن دنبال پولشون میدون و بشنوید. جناب آقای هادی رضوی 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کردن و 104 میلیارد تومان از بانک های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات. خب این بانک ها بعضشون چجوریه که ایشون اینقدر بالای 200 میلیارد گرفتن؟ برای نمونه بانک دی مثلا سهامدار اصلیش بنیاد شهید امور ایثارگران و جانبازان و نمیم یا همچین اسمی داره، رضوی واسه شون جشنواره میذاره، همین گل پسر داماد شریعت مداری. بعد
وضع بانک دی چه جوریه که بخشی از 104 میلیارد تومان پول بی زبون و همین جوری جیرینگی میده به این گل پسر؟ در سال مالی 1397 بانک دی زیانی بیش از 8000 میلیارد تومان به بار آورده که حدوداً 12 برابر سرمایه صرف شده آن است. چی بگه آدم؟ 12 برابر سرمایه ثبت شدهش ضرر کرده بانک، بعد میاد 100 میلیارد دلار 100 میلیارد تومان میده به این گل پسر. این که دیدین حالا چی کار کرده ایشون با 211 میلیارد تومان در مجموع که گرفته از این بانک هایی که الان شنیدین دادستان میگفت؟ ایشون میفرمان که من بازرگان بودم، شرکت های سالون های چند منزله داشتم و استودیو سازی میکردم و فلان. ردیابی تحصیلات رو با میکنم. ایشون به همراه آقای دلاویز و آقای امامی یک ملکی در نوشهر میخرن به مساحت 78750 متر، سه ویلاست، یکیش برای دلاویزه، یکیش برای امامیه، یکیش برای آقای رضوی، ویلای کاملا لوکس. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی ملکی در خیابان آفریقا به مساحت 456 متر سرمایه گذاری برای کشور اشتغال آفرینی میکرد. در خیابان احمد قصیر ایشون 5 طبقه خریداری میکنن، هر طبقه 260 متر به نام منشیشون خانم زهرا شریف کاظمی ملک رحم کردن، ماشین بی ام وی ایکس 4 برای به اسم منشیشون خریداری کردن. ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی خرید میکنند. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی سواری مازراتی، ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم ها، همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبوده بفروشه بخره، همه رو با هم داشته. ایشون بعضی موقع خبرهایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابان میومدن. بنز اس 500، سوزوکی، ماشین سوزوکی، تویوتا رافور، موتورسیکلت ام وی آگوستا، قیمتش من از دوستان سوال کردم، قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 5 میلیون تومانی شد. خب ببینین، تهیه کننده درباره محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد قبلا هم برنامه داشته ایم، اما به دلاویز ها میپردازم تا فرصت هست. بذارین من این دوماد محمد شریعت مداری رو تموم کنم که همین دومادیش بهش امکان داده که اسناد رو جلب کنه، برداره پرینت همه چی رو بگیره بیاره تو دادگاه و فلان اینا، که حالا از ایناش میگذریم که یقش رو رئیس دادگاه میگیره میگه آقا اینا رو تو از کجا آوردی؟ میگه برای من تو پاکت کرده بودن، فرستاده بودن. بعد این آدم به هر کی میرسه برای ثبت شرکت‌های سوری میگه آقا جون بیا این پولو بگیر، مال باباش که نیست، این پولو بگیر برو امضا کن و بیا، کاری نداشته باش، بقیهش با من. منی که دوماد محمد شریعت مداری هم دیگه. ببینین دادستان درباره این موضوع من دقیقا میگم که میگه پولو بگیر برو این قرارداد رو به اسم خودت امضا کن، عواقبش با من، تو که میدونی من کیم. وقتی وکیل متهم رضوی به جعلی نبودن قراردادها و فاکتورهای ارائه شده به بانک توسط موکلش اشاره کرد، نماینده دادستان هم با ارائه اسنادی در دادگاه به ادعای متهم و وکیل او اینطور پاسخ داد: شرکت ژرفندیشان بازار وجود خارجی نداره. آقای رضوی از کجا گرفتید فاکتور؟ شما ببینید آقای رضوی، مهر شرکت شما زدید، پیش فاکتور رو آوردید، امضای مدیران شرکت زدی. این متهم که مدعی شده در رسیدگی ها بخشی از اسناد پرونده او برداشته شده، امروز با واکنش قاضی مواجه شد. اما اسنادی که خارج شده شما خودتون ارائه دادین بانک تجارت، اصلش هم هست. بله اصول. بعد هم از اماننامه این متهم به یکی از بستگانش که امضا کننده قراردادهای جعلی ضمانت‌نامه ها بود رونمایی شد. صاحب امضای مجاز شاهدان تجارت آقای مجتبی ناظم‌زادگان آوردیم سازمان بازرسی، نوش هر سه تا امضا امضای منه. ایشون گفتن که آقای رضوی گفته بودن شما امضا بکنید، من کلیه مسئولیت حقوقی و کیفری قراردادها رو میپذیرم.
آقای امیر مقدم از کارمندای پیشین معاونت اجرایی رئیس جمهوری که الان مدتی است لایه‌های فساد حکومت رو داره باز میکنه، تو توییترش نوشته که خالی از لطف نیست بدانید داماد دیگری محمد شریعت مداری و باجناق هادی رضوی مالک تالار مجلل پارس لوکس یوسف آباد است که ایشان هم از طریق قراردادهای رانتی خاص با بسیاری از دستگاه‌های دولتی به عنوان تهیه غذا و میزبانی مراسم مشغول رانت خاری است. دختر محمد شریعت مداری هم که بین اقوام به فائز پلنگ مشهور است، میگویند خرجش از خرج چند هنرمند هالیوود هم بیشتر است. از رئیس جشنواره مدافعان حرم انتظار نبود همسرش پلنگ باشد، از محمد شریعت مداری هم انتظار نبود دخترش پلنگ باشد. چرا نباید انتظار داشت؟ محمد شریعت مداری خودش کم نخورده که حالا دومادش و فائز پلنگش نخورن. همین اواخر معدن طلای ترقبه مشهد و با اصرار فعالان و سازمان محیط زیست تعطیل کردن، چون مدت‌ها بود که میگفتن اینا دارن تمام سنگ نوشته‌های باستانی رو اونجا از بین میبرن. جناب آقای محمد شریعت مداری تشریف بردن مشهد، دارین میبینین دیگه، با آقای رشیدیان استاندار خراسان صاف رفتن طلا فروشی لوکس مالک معدن طلای ترقبه، همونجا اعلام کردن، تصمیم گرفتن و اعلام کردن معدن طلا بازگشایی میشود. من نمیدونم چقدر معامله کردن ولی کردن. ببینین من درباره دلاویزا ترجیح میدم بعدن هول هولکی الان چیز نکنم، صحبت نکنم، میذاریم بعدن. درباره سه تا گلپسر، احسان، ساسان و چی بود اسم یکی دیگه شون؟ نمیدونم، محسنه، احسان، ساسان و محسنه، بله، دلاویز، که اینا همه تو زیر بال خاتمی، محمد خاتمی در واقع رشد کردن و به اون لبگلی حسن خمینی خیلی نزدیکن و مخصوصا اون احسانشون که جزء همین همدستای متأمین بانک سرمایه در این دادگاه مطرح می شود، این اصلا 16 سالش بود که خاتمی دیدش تو گشتاران و ایش آوردش تهران و شد مشاور خاتمی این داستان. حالا اینا رو من میذارم بعدن. ببینین آقای دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان معروف طرفدار بازار آزاد در تهران، ایشون درباره چگونگی کاریابی در ایران صحبت میکنن. الان میشنوین ایشون. ببینید در مملکتی که بیش از 60% جمعیت فعالش بیکاره و بیش از میگن 27% بیکاراش تحصیلات بالای دانشگاهی دارن، وزیر سابق تعاون و کار گفت که برای واگذاری یه پست بزرگ مدیریتی فکر کنم تو سازمان تأمین اجتماعی اینا 5 میلیارد یا 50 میلیارد، البته نگفت تومان یا ریال، پیشنهاد به وزیر داده بودن این پست به من بده. این اسمش چیه؟ این پدیده غیر از تیول داریه؟ یعنی این تیول بده به من، یعنی اینو بدی به من، من بیشتر از اون در میارم. خب البته این پیگیری طبیعتاً حقوقی و اینها هم نشد و دادستان محترم هم به روش نیاورد که همچه حرفی گفته شده تو مملکت. یه عده دارن اینجوری تیولداری میکنن ولی هیچکی به روش نیاورد و گذاشتیم دیگه، زیر سیبیلی رد شد دیگه. ببینید 50 میلیارد تومان یعنی حقوق یک ماه حدود 30,000 35,000 کارگر و معلم فقط از جیبش در میاره، این به عنوان رشوه به من شغل بده یا به پسر دست دیزیم شغل بده. اون وقت این برای مثال برادران دلاویز رو که خدمتون عرض کردم، فقط یک نمونه آقای محسن دلاویز رو بگم براتون که
چند تا از کاراشو محسن دلاویز معاون توسعه مدیریت شرکت پست ایران در ده ها شرکت مربوط به سازمان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی تامین مالی واحدهای صنعتی و خدماتی کشور فعالیت کرده و پست های مدیریتی داشته. گاز سبا کنگان، سرمایه گذاری سبا تامین، پتروشیمی مروارید فلان. چی کار است این آدم که 40 سالش هم نیست؟ و بذاریم بعدا درباره شون صحبت خواهیم کرد. این پرده آخر. درمان شاخص داریم به نام داروی تأخیری که ترکیب عمدش شاهزیره است که همونی که بهش میگن کراویا، یه زیره است که در حقیقت مشابه زیره نیست، طعم و عطر زیره نداره، تیره هست و تیرگیش هم از زیره بیشتره، سیاهتره، منتها طعم و عطر زیره نداره، بهش میگن شاهزیره کراویا. این خودش تأخیریه. شب و روزگار خوش.